با عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گل، سه‌شنبه 9 آبان 1402 برابر با 31 اکتبر 2023. آقای شمس اتاق داشتن در کلاب هاست. دقایقی پیش این اتاق به پایان رسید. عنوان اتاق این بود: از تداوم سرکوب های داخلی تا خط و نشان کشیدن بایدن و هریس. آقای مجتبی واحدی در این اتاق حضور داشتن و صحبت کردند. صحبت های ایشون رو من جدا کردم. صحبت های بسیار مهم و خوبی کردن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. دوستانی که در داخل ایران هستن، لطفاً با لایک زدن و گذاشتن کامنت، اگر تونستید کامنت به انگلیسی بذارید که چه بهتر، به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک میکنید. دوستانی هم که در خارج هستن، اگر دوست داشته باشن و در صورت تمایلشون، میتونن روی گزینه تانکس کلیک بکنن و کانال رو به هر مقدار که دوست داشته باشن حمایت مالی کنن. سپاسگزارم از محبت هاتون و شعار همیشگی ما زنده باد ایران و ایرانی با شرف، و لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به این جمهوری کودک کش کمک میکنه تا این دیکتاتوری ادامه پیدا کنه. سپاس، دم همتون گرم. سلام بر شما. من عذر میخوام از همه دوستان آدینس و همچنین آقای شمس، آقای شورسعدی، آقای روشندل. اینجا گرفتار شدم، برای ببخشید دیگه با تاخیر اومدم. من شرمنده چون صحبت دوستان نشنیدم. اگر بعضی بحثا تکراری میشه، دوستان به بزرگواری خودشون ببخشن. شاید از نظر من مهمترین مسئله، چون تو دو سه جلسه گذشته به طور طبیعی و اجتناب ناپذیر ما شاید به نوعی از تایتل اتاق دور شدیم و کاملا غرق شدیم در بحث غزه. البته مسئله مهمیه، مسئله‌ای که در بر همه شؤون کشور ما و سایر کشورها اثر داره. در دنیای امروز هم که یک دهکده کوچکه، هر کشوری در هر جای دنیا اگر اتفاق بیفته، حتما بر سرنوشت کشور ما، مردم ما و امروز آینده ما اصلا میذاره. مسئله فلسطین که حتما جای خود داره. ولی حالا من اجازه بدید یه مقدار نگاهی داشته باشم به تایتل اتاق. ببینید، من واقعیتش در روزهای اخیر هر بار صحبت کردم گفتم ما نباید اجازه بدیم انسانیت در ماها بمیره. اگر انسانیت بمیره، فردا روزی که حکومت جمهوری اسلامی به مستراح تاریخ هم میفته، ما این خصلت انسانیمون رو از دست دادیم و خودمون هم به هم رحم نخواهیم کرد. کماکان بر این عقیده هستم، اما امروز معتقدم که حتی ما در نگاه انسانیمون به مسئله غزه باید یک نگاهی به داخل کشور داشته باشیم. امروز به این نتیجه، امروز که میگم، نه اینکه امروز سه‌شنبه 8 آبان ماه، یعنی الان به این نتیجه رسیدم که حتی اگر نگاه انسانی به غزه باعث به نحوی تقویت جمهوری اسلامی بشه، هم به ضرر امروز و فردای ایران، هم حتی به ضرر مردم غزه است، به ضرر کودکان غزه است. ببین دوستان، حکومتی که همین الان که ظاهرا مثلا تصمیم گرفته که در داخل کشور، نه بین مردم، بین صفه انقلاب نشستن، یک نوع وحدت ایجاد کنه در برنامه‌هاشون، مثلا ابتهی و آذری جهرومی اینا رو میارن تو برنامه تلویزیون، همین الان داخل به همین اراذل بدبختی که به قول عواموناس موسموس میکنن که کنار سفره انقلاب جای بگیرن، رحم نمیکنه. امروز شنیدید آقای صلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی که نوعی گرایش به کارگزاران داره بر کنارش کردن. یعنی تو این حد حکومت اصلا حاضر نیست حتی در این حد با کسانی که برای خودش هم مجیز میگن، در کنار خودش هم مثلا حالا یه خورده مثلا در مورد رنگ قرمز میگن قرمز شرابی بهتره یا مثلا قرمز مثلا قهوه‌ای، به اینا رحم نمیکنه. خب این حکومت، شما فکر میکنید که اگر از این بحران عبور کنه و قدری احساس کنه که تونست حرفش در دنیا به کرسی بنشونه، واقعا به مردم ما رحم خواهد کرد؟ اینکه میگم به نشستگان در کنار سفره انقلاب رحم نمیکنه، به مردم رحم میکنه؟ دوستان، جمهوری اسلامی به نوعی تالیتل و حماس، حماس به نوعی تالیتل و جمهوری اسلامیه. شما صحبت‌های این بیشرف موسی ابو مرزوق رو شنیدید؟ خبرنگار میگه آقا شما 500 کیلومتر تونل زیر زمین دارید، چرا به مردم پناه نمیدید؟ میگه ما تونل رو برای خودمون ساختیم. 75% مردم غزه پناهنده هستن، مسئولیت پناهندگان به عهده سازمان ملل، ما مسئولیت در برابر اینا نداریم. حالا خدا وکیلی الان در کنار جمهوری اسلامی ایستادن ولو به نیت دفاع از مردم غزه، جز خونخواری و آدمخواری چیزیه؟ ببینید، من تصور میکنم که ما اگر حتی ببینید یه موقع میخوایم ما سلام، من میاد دوستان؟ بله آقای واحدی، بله بله صداتون واضحه.
ما یه موقع درمون میخواد که حالا مثلا حالا احساسات انسانی خودمون رو ارضا کنیم، یا بعضیا میخوان ادای دموکرات بودن، ادای انسان بودن در بیارن، یا نه واقعا دلشون میسوزه هر چی. حتی دوستان عزیز اگر دلمون برای غزه میسوزه، امروز باید حواسمون جمع کنیم که هر سیاستی که به نوعی وابسته به جمهوری اسلامی باید زدش. من پیروز یه ویدئوی داشتم پیروز گفتم این بحث سر مار که مطرح شده، من به بهانه که میگن چرا به بهانه سر مار زدن سر مار ترویج جنگ کنید، کدام احمقی ترویج جنگ کرده؟ یه مش آدم ببخشید حالا دانا و نادانم که هم جمع میشن بلافاصله تحت تاثیر قرار میگیرن. شما من بارها گفتم یک آدم سرشناس اپوزیسیون نشون بدید که ترویج جنگ کرده باشه. اتفاقا اونایی که میان میگن آقا زدن سر مار در تهران به بهانه جنگ، اونا ترویج جنگ میکنن. برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بمارد، دوستان خدا نیاره روزی که جمهوری اسلامی با این زمانی که داره میخره و یه مش احمق هم کمکش میکنن، یا یک مش آدم شاید توجه ندارن به مسائل، یا یه مش آدم واقعا با صدق نیت هرچی کمکش میکنن، این جمهوری اسلامی اگر به بمب دسترسی پیدا کنه، خدا رو شاهد میگیرم یک نقطه کوچک در هیچ جای دنیا دیگه اهمیت نخواهد داشت. شما نکن جمهوری اسلامی از تایلند سعی کرده بمب گذاری کنه تا ونزوئلا دخالت. و شما این دو بعد الان تازه فقط پهپاد داره میره تو جنگ روسیه دخالت میکنه، میره بالا سر مردم اوکراین پهپاد میفرسه بمب بریزن، فردا بمب اتم داشته باشه چیکار میکنه؟ پس من خواهش میکنم حتی اگر ببینید میتونیم نگاه کوتاه مدتشون که آقا امروز بله من خدا شاهد این تصاویر رو میبینم جگرم خون میشه، اگرچه بسیار از این تصاویر مشخص و جعلیه، من نگاه میکنم صورت بچه رو نشون میده، سر تا سر صورت بچه خون، ولی یه دونه زخم نیست رو صورتش، ولی حتما تعداد زیادی بچه مظلوم گناه کشته شدن و حتما این بخش از کار اسرائیل جنایت، اصلا من تردید ندارم. ولی من تصور میکنم که اینو در اتاقهای گذاشتم گفتم، در ویدئوهای خودم گفتم، اگر جنایتی هم در اسرائیل صورت میگیره، بخش عمده‌ای از گناهش گردن حماسه و جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان. به حوثی یمن چه رفتی داره موشک بفرسته طرف اسرائیل؟ از جیب ملت ایران. مگه حوثی یمن ولایتی نگفت اینا نون خشک میخورن لنگ میبندن؟ پول موشکشون از کجا میاد؟ جوزی که پول ملت ایران، بعد پول ملت ایران خرج چیزی بشه که حتی آینده نه به نفع کودک فلسطینیه نه به نفع کودک ایرانی. شما نگاه کنید، این حکومت یه بچه 16 ساله کشته تشییع جنازه نمیشه بگیرن. بعد ما واقعا راست میگن کسانی که برای بچه غزه دل میسوزونن؟ اونایی که یک کلمه، نه تنها یک کلمه حاضر نشدن از بچه اوکراین دفاع کنن، بلکه ذوق زده میشن وقتی که روسیه یک بمبارونی در اوکراین میکنه، راست میگن برای بچه غزه دل میسوزونن؟ به خداوندی خدا، به صداقت قسم، به نسل آریایی قسم، به هر چی شما اعتقاد دارید دروغ میگن. من برای خودم، حالا هر کس اختیار خودشه، من برای خودم تصمیم گرفتم واقعا کوچکترین حرکتی، یعنی ببینید دوستان ممکنه بهم بگن این حرف احمقانه است، من این حرف احمقانه رو میذارم، هر حرکتی که شما انسانی ترین حرکت است رو بدونید، حقوقی ترین کار بدونید، اخلاقی ترین کار بدونید، ولی یک اپسیلون به بقای جمهوری اسلامی کمک کنه، این جنایت در حق بشریت، نه فقط جنایت در حق مردم ایران. شما نگاه کنید، میگم شما اوضاع رو ببینید، خانم نسرین ستوده رفته تو تشییع جنازه، رفته در مراسم دفن آرمیتا، خانم صدیقه وسمقی رفته و خیلی افراد دیگه، برخوردها رو ببینید. بعد این حکومت واقعا دلش برای بچه غزه سوخته؟ میگم اگه دلش برای بچه غزه سوخته بود، بعد یه تو دهنی بین ابو مرزوق میزد که مردک ما پول دارین تو رفتی تونل درست کردی، لااقل بچه‌های مردمم را بده اون تو. ببین دوستان عزیز، اتفاقی که افتاده، من دیشب روی اینستاگرام نوشتم، حماس رفته روز 7 اکتبر 200 حالا تا الان اسرائیل میگه رسید به 239 نفر، 4 نفرم که آزاد شدن، 244 نفر، 243 نفر رفته، 240 نفر، 230 نفر رو گروگان گرفته اوورده که چیکار کنه؟ که مبادله کنه با زندانیان خودش. به چه قیمتی؟ به قیمت کشته شدن 8400 مردم عادی فلسطین و به ادعای حماس به قیمت خراب شدن 200,000 واحد مسکونی در اونجا. یعنی اینا برای اینکه زندانی خودشون رو آزاد بکنن، 8000 آدم عادی، مثلا شما بگو اون 1400 اسرائیلی مهم نیست، 8400 نفر از مردم خودشون رو به کشتن دادن و 200,000 واحد مسکونی خودشون رو در معرض تخریب گذاشتن. اینطور هم نیست که بگیم نمیدونستن، تجربه جنگ 22 روزه و 33 روزه رو داشتن، میدونستن که وقتی بزنن در مقابلش چه صدماتی وارد خواهد شد. اون مردک تو قطر نشسته، اون یکم تو ترکیه نشسته، ارد مفت میده. و اگر پول جمهوری، من از این جهت خیلی برام مهمه، اگر پول جمهوری اسلامی نبود،
اگر ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی نبود قطعا حماس این کارا رو نمی‌کرد. امروز هر بچه‌ای که اصلا شما بگید بچه‌های اسرائیلی بذار کنار، به قول علی خامنه‌ای الدنگ تک تک اسرائیلی‌ها نظامی هستن، فکر اون اصلا بذار کنار، هر کودک غزه که کشته میشه مسئول خونش علی خامنه‌ایه، برای اینکه داره پول میده به حماس، برای اینکه سلاح میده به حزب الله لبنان، برای اینکه حوثی‌ها رو داره تقویت میکنه. پس من برای خودم به این نتیجه رسیدم که اگر میخوام از کودک غزه دفاع کنم، اگر میخوام 8400 تا کودک غزه نشه 9400 تا باید سر مار رو زد. اصلا این من، ولی کسانی که به بهانه که حمله نظامی نشود مهلت برای جمهوری اسلامی میخرن، اونها هم دوستان عزیز، اونها مسئول خون تک تک بچهای غزه هستن که کشته میشن، اونها مسئول تک تک خانه هایی است که بر سر مردم فلسطین خراب میشه. من ترجیح میدم فعلا داخل ایران نگاه کنم چه کنیم که از شر جمهوری اسلامی راحت شیم، حتی اگر دلم برای بچه غزه میسوزه که واقعا میسوزه. ببخشید من بر حرفی کردم، متشکرم. نه خواهش میکنم جناب آقای واحدی عزیز، استفاده کردیم از فرمایشات شما، بریم خدمت. بله متشکرم. ببینید من هنوز سوالم رو پاسخ نگرفتم، چون باز آقای چهارصدی اشاره کردن کی دعوت به جنگ کرده و کی گفته جنگ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی میشه. حالا اگه یه نفر یه گوشه نشسته یه حرفی زده، دامن زدن به این حرف در واقع یک نوع بازگویی یک حرفی که جمهوری اسلامی داره میخواد اپوزیسیون رو متهم کنه. من عرض میکنم اتفاقا اگر نه اینکه حتما دنبال جنگ باشه، اما اگر کسی باعث جنگ باشه جمهوری اسلامی، ممکنه خود جمهوری اسلامی از جنگ فراری باشه، من نمیگم هست یا نیست، اصلا در موردش وارد نمیشم، ولی قطعا موندن جمهوری اسلامی منجر به جنگ خواهد شد. ببینید دوستان عزیز، جمهوری اسلامی یک مافیای بی سر شده، گذشت زمانی که خامنه‌ای حرف اول آخر در حکومت میزد. یعنی اگر امروز خامنه‌ای هم تصمیم بگیره جنگ بکند یا جنگ نکند، معلوم نیست الزاما هم اتفاق بیفته. رفتار جمهوری اسلامی داره کشور به طرف جنگ میبره حتی اگر نخواد. وقتی اون شرط ما ببینیم هی یه جوری صحبت کنه، همون بیانیه که من واقعا عصبانی شدم ازش، یه جوری صحبت کنه که عده‌ای سوء استفادهگر سیاسی تحت عنوان نمیدونم زدن سر مار دنبال جنگ هستن. کی دنبال جنگه؟ شما میگم یک نفر اپوزیسیون که سرش به تنش بیارزه بگید گفته جنگ میخواد بشه، ولی معتقدم جمهوری اسلامی میگم بخواهد یا نخواهد داره دنیا رو به طرف جنگ میبره. جمهوری اسلامی یک حکومت از هم پاشیده است، یک بیمار روانی در رأسشه که با یه جمله جناب واحدی عزیز، ممکنه اسرائیل خواهان جنگ باشه، این احتمالش که منتفی نیست که. خب به ما چه ربطی؟ ما چرا باید از خودزنی بکنیم؟ خب جنگ با ایران به ما ربطی نه داره. میگم خب پس ما باید صریح گفت که آقا ایو هناس اسرائیل دنبال جنگه. چرا یه دوری بله ممکنه باشه. بله آقا من عرض میکنم شما وقتی اینو صریح نمیگی در واقع بازگویی حرفیه که طرفداران جمهوری اسلامی میزنن که اپوزیسیون دنبال جنگه. من روی حساسیت دارم. ممکنه اسرائیل مخصوصا به خاطر برنامه اتمی ایران دنبال جنگ باشه. ما ملت ما اینا رو باید بدونن. آقا ما چرا به اپوزیسیون نسبت میدیم؟ ما شما اصلا نفرت نمیدید آقای دکتر شورسدی. ببینید بیانیه‌هایی که صادر میشه اپوزیسیون رو داره متهم می‌کنه. ضمناً بحث ما اینجا اینه دیگه، الان ما کار به اونا نداریم. ممکنه واقعا اسرائیل امریکا خواهان جنگ باشن به خاطر اوکراین، به خاطر برنامه اتمی ایران. بله این احتمال وجود داره. خیلی خوب، خیلی حرف خوبیه. بس ما میگیم ایها الناس، به خاطر فضولیایی که جمهوری اسلامی داره در اوکراین میکنه، به خاطری که میگه اسرائیل داره از بین میبره، اسرائیل هم دنبال جنگ به ایرانه. اینا همشو با هم دیگه بگیم. این که ما ببینید دوستان عزیز، من عرض کردم قسمت اول صحبتم، جمهوری اسلامی یک پهپاد به دست آورد، رفت تو جنگ روسیه وارد شد. اگه بمب اتم به دست بیاره کجا میره؟ بگو مثلا یک حکومت استاندارد هستن. من که اصلا اعتقاد دارم اینا برای نابودی ایران اومدن، ولی خوشبینانه ترین شرایطش اینه. آیا اینا اصلا دلشون برای ایران میسوزه؟ اصلا اهمیت نمیدن، اهمیت قائل نیستن. کدومشون زندگیشون تو ایرانه که نگران؟ همشون انگرزاداشون خارج از کشورن، همشون پولاشون خارج از کشوره، خودشون هم که هرکونشون عمر خضر رو کردن، اصلا بمیرن یا نمیرن مهم نیست. من حرفم اینه دوستان عزیز، من عرضم همینه که بله بگیم حتما اسرائیل. ببینید دوستان عزیز، من بارها گفتم اگر هر حکومتی در ایران می بود یا باشد در آینده، حتما یکی از رقبای ایران اسرائیل خواهد بود. جمهوری اسلامی هنرش اینه که رقابت ها رو به جنگ تبدیل کرده. حتما هر حکومتی در ایران باشه، با عربستان سعودی و ترکیه میگم به برکت جمهوری اسلامی الان دیگه رقیب ما شده قطر، حتما قطر یکی از رقبای ایران خواهد بود، حتما کویت یکی از رقبای ایران خواهد بود، به خاطر ذلتی که جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده. یعنی اگه یه روزی حد اکثر تو منطقه ما مثلا شاید
اسرائیل رقیب ما بوده، عربستان، امروز قطر رقیب ماست، امارات رقیب ماست، کویت رقیب ماست، طالبان رقیب ماست. و اگر جمهوری اسلامی بماند به خدا فردا یک گروه داخل پاکستان هم میشه رقیب ما، چه برسه حکومت پاکستان. عرض من اینه که ما اگر بحثی داریم خیلی شفاف مردم، یا اسرائیل اصلا اسرائیل دنبال از کجا فرات، از نیل تا فراته و ممکنه پرش ما هم بگیره، خیلی خوب، کی داره زمینه رو فراهم میکنه؟ ما نمیتونیم جنگ تحمیلی 8 ساله رو تحلیل کنیم بدون اینکه به تحریک های خمینی اشاره بکنیم، که خمینی 5 ماه قبل از شروع جنگ بهانه دست صدام داد. صدام یک جنایتکار خونخوار بود، درش بحثی نیست، حتما صدام جنگو شروع کرده، ولی شما نمیتونید جنگ 8 ساله رو تحلیل کنید بدون اینکه به تحریک های خمینی اشاره بکنید. ما امروز نمیتونیم، بله من عرض میکنم، اصلا مگه من اسرائیل دارم تبرئه، من که دارم میگم اسرائیل داره جنایت میکنه ایرانش، من که دارم میگم، ولی کی داره؟ چرا واقعا شما فکر میکنید الان خدا وکیلی اگر اسرائیل به ایران، من این سوال خیلی واضح دارم، اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه به نظر شما حتی 1/100 این راهپیمایی که الان داره در جهان به نفع غزه برگزار میشه به نفع ایران برگزار خواهد شد؟ به خداوندی خدا برگزار نخواهد شد. برای اینکه جمهوری اسلامی یک چهره ای از ایران درست کرده، یک چهره جنگخواه، آدمخوار، ضد تمدن، ضد پیشرفت. ما این رو باید بگیم. بله بازم دارم میگم جنگ هر نوعش مردود، محکوم، اصلا تن من میلرزه اسم جنگو بیارم، ولی دوستان عزیز جنگ رو جمهوری اسلامی داره میاره. شما نکن همین رسانه‌های جمهوری اسلامی 3 روز شروع کردن حسن نصرالله گردن کلفتش یه 3 درجه میچرخونه کلیپ میذارن آقا حسن نصرالله دارد آماده میشود، پیام نمیدونم مبهم حسن نصرالله، پیام قهرمان حسن، تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی، هیچ کسی این غلطا رو نمیکنه، که اگه فردای حرکت کرد که هیچ غلطی هم نمیکنه، من از عدالت رو بهتون میگم هیچ غلطی هم نخواهد کرد، اگه غلطی کردن مردم ایران باید ازش بدن. دنیا جمهوری اسلامی رو با ایران فرق نمیذاره. دارم عرض میکنم اگر خدای نکرده حمله به ایران بشه، به خداوندی خدا هیچ کس دنیا از مردم ایران دفاع نمیکنه، کما اینکه قبلش مردم این همه از اوکراین دفاع کردن، کی از مردم ایران دفاع کرد؟ به همین جهت من معتقدم ما، ببینید ما کاری که داره جمهوری اسلامی داره میکنه انقدر باید حواس اونجا باشه، پروپاگاندای جمهوری اسلامی و بعضی از خارج نشینان لابیستای جمهوری اسلامی انقدر فعاله که بیاد بلافاصله، انقدر فعاله که میتونه آدمای پخته سیاسی رو ببره زیر بیانیه امضا کنن که تاش معلوم نیست چیه. خیلی متشکرم. بسیاری عزیز بشنویم و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه بودین با ما. بفرمایید جناب آقای واحدی. جناب آقای واحدی تشریف دارید؟ صدای من هست؟ بله بله الان هست. بله بله. عرض به حضور شما که ببینید من دیگه حالا بحثم رو خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون. اگر ما فرض کنیم اون فرضیه هایی که آقای اکباتانی و آقای شهر سعدی اشاره میکنن، اصلا خود اسرائیل عمدن حماس رو به این جنگ کشونده باشه و حوادث بعدیش هم نگاه کنیم، اتفاقا قصه خیلی خطرناکتر میشه. یعنی اگر علارغم، حالا دوستان میگن نتانیاهو چون در داخل کشور خیلی دچار مشکل شده بود یه حرکتی شروع کرد که بتونه مشکل خودش حل کنه، من این تیکر اصلا قبول ندارم. یعنی اگر اتفاقا هم چیز بود، همین الان به خاطر همین موضوع یقید نتانیاهو میگفتن پوستشو میکندن. سخت ترین دشمنان نتانیاهو بهش پیوستند و حتی وقتی نتانیاهو اومد گفتش که من هم در قضیه در واقع ضعف اطلاعاتی مسئولم، اما بعد از جنگ باید رسیدگی بشه، بلافاصله گالاتس و لیپیدا همه اومدن همین حرفو تکرار کردن، یعنی همشون کنار هم قرار گرفتن. خب اگر فرض رو بریم بذاریم که یک اراده جمعی در اسرائیل جمع شده، همشون اختلاف ها رو کنار بذارن و یک بحث عمده در منطقه را بندازن، اتفاقا خطر برای ایران خیلی بیشتر میشه. اما ما جوری، ببین من همش حرفم اینه، ما جوری حرف نزنیم که اگه جمهوری اسلامی فردا جنگ رو انداخت، آقا ببین از قبل اسرائیل طراحی کرده بود، جمهوری اسلامی چاره ای غیر از این نداشت. من روی مشکل دارم. اینم که آقای شهر سعدی فرمودن که حالا اگر یه چیز جمهوری اسلامی گفت یا نگفت، من نباید حرفانو با اون تنظیم کنم، حالا ایشون اختیار خودشون، اما من تنظیم میکنم. من هر حرکتی که جمهوری اسلامی انجام بده اگر بخوام مشابهش انجام بدم، بلافاصله متوقف میشم. یعنی احساس میکنم که یک شری درش هست. من نمیگم بیام دقیقاً عکسشو بگم، اما حداقل یک تأملی خواهم کرد که چرا الان جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه. حتما یک شری برای مردم ایران درش هست، پس من اون کارو دیگه نکنم. حالا میگم هر کس اختیار خودشو داره.
ولی من تأکید میکنم اگر دوستان فکر میکنن که این موضوع یک کار کاملا طراحی شده، حساب شده و دقیقاً هماهنگ کل اسرائیل، همه اختلافاتشون رو کنار گذاشتن برای اینکه یک جنگی را بندازن، مسئله خیلی خطرناکتر میشه. یا اونها یک خطر بزرگی احساس کردن از جانب جمهوری اسلامی و حزب الله و دیگران، یا نه اصلا مرض دارن، هر کدومش باشه، من اصلا نمیخوام بگم کدومشه، هر کدوم باشه جرات خیلی خطرناکتر میشه. اما بازم تأکید میکنم ما طوری به موضوع ورود نکنیم که اگر جمهوری اسلامی فردا جنگ را انداخت بگن آقا درسته واحدی هم گفتش که اسرائیل از قبل می‌خواست جنگ را بندازه. بنده معتقدم جمهوری اسلامی حتی اگر اسرائیل نقشه داشته باشه، جمهوری اسلامی برای دفع شر از ایران یا رفع خطر از ایران دنبال جنگ نمیره، اون دنبال اهداف خودش میره. عرض من اینه که ما اولا اگر می‌خوایم دلسوزی هم بکنیم، اینو تو اتاق‌های قبلی هم من گفتم، موضوع 7 سپتامبر رو از موضوع فلسطین جدا کنیم. اینه نمیشه گفتش که حالا حماس هم یک اشتباهی کرد و بعد اسرائیل جنایت کرد. هر دوشون جنایت کردن. یعنی حتی در استخدام کلمات باید مساوات رو رعایت کنیم. عدالت که اصلا در هیچ مزمه نیست. مساوات رو رعایت کنیم که حماس جنایت کرد، اسرائیل هم جنایت کرد. این حرف درست میشه. تازه شاید بشه اسرائیل برای خودش بهانه درست کنه که مزخرف میگه. به نظرم شما میگه در این حد، من اتفاقا توی اتاق دیروز گفتم ضعف اطلاعاتی اسرائیلی که مردم غزه نواد جوابشون، چون نتونسته عملیات تشکیل بده، بگه من در دفاع از خودم هر کاری دارم میخواد بکنم. اما دوستان توجه داشته باشید که وقتی قضاوت میکنیم جنایت در برابر جنایت بوده و مسئول یکی از حداقل بخشی از این جنایت جمهوری اسلامیه. خرج 7 سپتامبر بله خیلی از افراد اعتقاد دارن که در حق فلسطینی‌ها ظلم شده، منم معتقدم در بعضی ارسا ظلم شده در حقشون، اما اینکه این موضوع هفته بیام بگیم آقا ما کاری نداریم که حماس چیکار کرد ولی فلسطین 75 سال، من با این ولی هم مشکل دارم. موضوع فلسطین رو کاملا بعد از جنایت 7 سپتامبر حماس جدا کرد. حماسی که دوستان من عرض کردم معاون بی شرفش میگه که به ما ربطی نداره برای مردم اسرائیل، برای مردم غزه پناهگاه درست کنیم، پناهگاه مال خودمونه، برای مردم غزه باید سازمان ملل پناهگاه درست بکنه. حالا یکی از دوستان اشاره کرد به اینکه این 500 کیلومتر نفق به قول عربا یا این تونل رو چجوری درست کردن، چقدر سیمان به خرج بوده. اگه بخوایم حساب کنیم، من مسئله مهمتر دارم. ببینید 500 کیلومتر، اگه فرض کنیم عرض این تونل یه متر هست میشه 500 کیلومتر مربع. اگه فرض کنیم که یه متر هم ارتفاعش میشه 500 کیلومتر مکعب، کل نوار غزه 360 کیلومتر مربع، یعنی باید به ارتفاع 1.5 متر کل غزه رو خاکایی که تونل کندن بریزن. اینا کجا ریختن خدا میدونه. اینا رو منم قبول دارم روش باید بحث کرد، یه مقدار بزرگ نمایی، یعنی واقعا این تونل خاکش رو کجا ریختن. عرض میکنم کافیه یه متر در یه متر باشه، میشه کل غزه باید به ارتفاع 1.5 متر خاک ریخته باشن بیرون. نه همه نکات درستیه، ولی به هر حال این چیزی از قباحت حرف اون موسی ابو مرزوق کم نمیکنه. خواهش من اینه که در این زمینه توجه داشته باشیم که ما توجیهگر جنگ افروزی جمهوری اسلامی نباشیم. و الان از نظر من اولویت، یعنی بعد زمینه که دلم میسوزه برای بچه غزه، ولی حتما دلم برای بچه ایرانی بیشتر میسوزه. اگر قرار باشه دلم برای بچه غزه بسوزه، اول برای کیان بیفلک میسوزه، اول برای بچه دلم میسوزه که به خاطر بیمبالاتی جمهوری اسلامی دچار کمبود دارو در داخل کشور، دچار کمبود پزشک، به خاطر که سال گذشته 10,000 پزشک ایران ترک کردن، چند هزار پرستار کشور ترک کردن و حالا تازه جمهوری اسلامی پزشک رو به خاطر که بی‌اجازه بوده تعلیق هم میکنه. من بخوام دلم میسوزه برای اینا دلم میسوزه. یعنی شما فکر کن 10,000 پزشک وقتی از کشور کم شد، سهمیه درمانی هر کودک ایرانی چقدر کاهش پیدا میکنه و از اون سهمیه یک پزشک بررسیگی چقدر اضافه میشه، چقدر میتونه این رو جبران کنه کمبود همکارش رو. از دوستان خواهش میکنم، میگم انسانیت در خودمون نکشونیم، ولی تصور میکنم همون چیزی که از پدر بزرگ پیامبر اسلام به یادگارمون برامون، انا رب الابل و للبیت رب. خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزارم جناب.